بنا به گفته رئیس انجمن هتلداران در مشهد و همینطور گفته کسانی که از مشهد رضوی آمدند، نگاه توریست های عراقی، یعنی توریست های شیعه عراقی به خراسان و به ویژه به مشهد، نگاه پاره‌ای از توریست های جنسی به تایلند بوده در گذشته. البته امروز تایلند چنین وضعی نداره مثل گذشته، ولی اغلب در اروپا توریست های جنسی تایلند رو انتخاب میکردن. میخوام نظرتون رو جویا بشم، چه خبره، چی داری میشه؟ اول هر روز گزارش میاد که یک امامزاده ورشکست شده، برای بر شمار امامزاده های ورشکستی روز به روز افزایش پیدا میکنه. ما سراپا گوشیم. والا به قول معروف آقای خامنه‌ای که اتفاقا خودش هم اهل مشهده و آقای علم الهدا و دامادش آقای رئیسی کلاش رو بذارن بالاتر، و اونم شهری که کنسرت موسیقی رو که یک هنر متعالی هست رو با اتهام فساد ممنوع میکنن، و به گفته رئیس انجمن هتلداران خراسان رضوی 6000 خانه مسافر که خدمات جنسی میدن فقط در شهر مشهد وجود داره. ببینید من تأسف خودم رو واقعا نمیتونم پنهان بکنم. اخباری که از زنان و دختران معصوم کشورمون میرسه در مشهد یک جور، در تهران جور دیگه، و سکس ترافیک توسط سپاه به حاشیه خلیج فارس و کشورهای دیگه جور دیگری سال هاست که آدم میشنوه، و چه ریشه جز فقر میشه براش پیدا کرد، چه ریشه جز نابسامانی های اجتماعی و خیانت های رهبران ایران میشه براش پیدا کرد. به هر حال آقای میبودی، این ماجرا به نظر من ماجرایی است که شاید یکی از اون نکاتی باشه که خیلی خوب چهره اقتصاد ایران رو به دور از حالا آمار و ارقام تخصصی و غیره در یک خبر کوتاه و تکان دهنده که شما نقل کردین میتونه نشون بده. در صورت این رو واقعا باید گفت که 40 سال حکومت جمهوری اسلامی ضربات و مشکلات و تنگناهای زیادی در حوزه های مختلف، از محیط زیست تا اقتصاد، از امور اجتماعی تا فرهنگی ایجاد کرده، ولی یکی از دردناکترین ضرباتی که به پیکر جامعه ما خورده سقوط اخلاقی است که در جامعه ما اتفاق افتاده. و به قول دوستی همون اوائل انقلاب به من در انتقاد میگفت، واقعا هیچ علاقه هم به انقلاب نداشتین، دوست دوره دبیرستان من، میگفتش که مردم الان تنشون گرمه و نمیفهمن، مشغول هیجانات انقلاب، حاکمیتی که داره سر کار اومده ضرباتی به کشور خواهد زد مثل حمله مغول که تأثیراتش از 50 سال 60 سال بعد تازه پیدا شد، و مشکلات بزرگی که در روحیه ایرانی ها ایجاد کرد تا قرنها باقی مون. نمیخوام ابراز یأس و ناامیدی بکنم، ولی واقعا مسئله سقوط ارزش های اخلاقی در جامعه ما که اصلی ترین دلیلش هم حاکمیت روحانیون و دین مدارانی است که یک پشتوانه مهم اخلاقی رو بازیچه قدرت و سیاست و تجارت و پول کردن و شب و روز دروغ تحویل مردم دادن، از اصلی ترین دلایلشه، و این سقوط اخلاقی تأثیرات بسیار مخربی بر جامعه ما داره، چون چسب هر جامعه ارزش ها و نرم های اخلاقی است که در اون جامعه هست. بر صورت فکر میکنم اگر آقایون مدت ها این حرف نهج البلاغه رو از علی علیه السلام نقل کردن که وقتی شنید به ظلم خلخال از پای پیرزن یهودی در آوردن گفت حاکم از این ننگ بمیره جا داره، باید گفت همین یک خبر رئیس انجمن هتلداران خراسان رضوی اگر آقای خامنه ای و علم الهدا و روحانی و همه دار دسته از ننگ بمیرن جا داره.
اشكر منك. ايران فيها بعض الخطورة مثل الامراض، النقل ما تعرف انت بلد غريب عنك، والشغلات المحل والمعاملة، النصب والاحتيال هواي، كلش هواي نصب والاحتيال في ايران. قناة الفلوجة استطاعت العبور إلى الجانب الإيراني والتقاط المشهد من هناك بكاميرا سرية. عراقيون يجرون بضائعهم نحو المعبر الحدودي، وآخرون يتجولون في شوارع المدن الإيرانية وأسواقها بحثا عن بضاعة مناسبة. ليست البضائع وحدها ما يغري بالعبور إلى الجانب الإيراني، فالجنس أيضا يغري بالعبور والمجازفة. حيث بالنسبة للعراق فرق كبير، كل شبير يعني فرق شاسع. مثلا ابسط حاجه، دجاج كيلو هنا 7000 6000 ونص دينار عراقي، بينما بعبدا يور كايمر تاريخ مغول رو نوشته، در اینجا اشاره میکنه که چنگیز حکمی صادر کرد که اگر سربازان مغول به زن ایرانی که همسر داره تعرض جنسی بکنن، تجاوز بکنن، کشته خواهند شد. چنگیز مغول در اینجا در مشهد هزار و چند تا فرمودید افاف خانه داری؟ خانه 6000 به گفته همین مسئول 6000 خانه مسافر اسم محترمانه برای فاحشه خانه. فاحشه خانه آقای دکتر رفعت، خود سکرتان مال شماست، ببینید آقای رفعت چی دارن؟ بفرمایید. ببینید این خبر رو وقتی من دیدم واقعا منو به فکر واداشت. تن فروشی یا روسپیگری یک به قول معروف اروپایی ها میگن قدیمی ترین شغل جهانه، همیشه تو هر کشوری هم وجود داشته، حالا کم زیاد در یک سطح معمولی. اصولا هم 80% ناشی از فقر، 20% فقر و اجبار، 20% هم حداقل در کشورهای اروپایی انتخاب، به دلیل اینکه کسانی هستن که اینطوری ساده تر پول در میارن، و اون البته کسانی هستن که در سطح بسیار بالا و تنفروشی لوکس به قول معروف میکنن. ولی این مسئله که در یک شهر که اولا نماد برای مذهب شیعه بیان 6000 محل رسمی تنفروشی با اسمای مختلف، من یکی از دوستانم چند سال پیش یک عکسی از داخل حرم برای من فرستاده بود، اونجایی که یه سر آخون نشستن، یکی جلوش یه ورقه گذاشته بود صیغه ساعتی خوانده می شود، یا صیغه ساعتی نوع پوشش برای تنفروشی روسپیگریه، لباس قانونی تنش میکنن، لباس شرعی تنش میکنن، بنابراین جدید نیست. این که ازدیاد پیدا کرده دلیلش هم خیلی ساده است، شرایط اقتصادیه. برای اینکه یک عراقی با وجود تمام مشکلات اقتصادی عراق، دینارش ارزشش نسبت به تومان بسیار بالا رفته. الان عراقی ها، یکی از دوستان من در آبادان میگفتش که عراقی ها برای خرید هفتگی به آبادان میان، برای اینکه بسیار ارزونتر جنس میخرن، سبزی میخرن، میوه میخرن، گوشت میخرن، میبرن بصره یا اون طرف ها. بنابراین این ازدیادش به نوعی نشون میده که این پول ملی که دیگه ارزشی نداره بازار گسترده تر کرده برای مشتریان، و گسترده تر کرده برای کسانی که خدمات میدن، به خاطر اینکه نون شب ندارن. من به هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم ایراد اخلاقی بگیرم به زنی که برای بسیارشون هم همسر دارن، به زنی که برای اینکه شب نون بذاره تو سفره بچه هاش، یا همسر معتاد یا همسر بیکارشو زندگیشو تأمین بکنه میره خودفروشی میکنه. من به خودم این اجازه رو نمیدم که به اخلاق ایشون ایراد بگیرم، چون از روی ناچاریه. کسی که نون شب نداره با اخلاق شکم بچهش رو نمیتونه سیر کنه، بنابراین اون اخلاقی رو که ما همیشه بهش خیلی والیدیم و زیر پا میگذاره، این واقعیت اخلاق هم تو جامعه، در جامعه ما از بین رفته، همونطوری که کار از بین رفته، همونطوری که نون شب از بین رفته، همونطوری که دریای خزر از بین رفته، همینطوری که همه چیز ما از بین رفته. بنابراین
این مسئله رو باید به نظر من نه تقصیر عراقی هاست، برای اینکه خب عراقی ها مانند یک زمان ایرانی ها تایلند زیاد میرفتن یا استانبول میرفتن برای همین نو مسافرت ها، چون پول ملیشون اجازه میداد. الان هم عراقی ها میان، نه تقصیر اونهاست، نه کسایی خودکشی میان، تقصیر جمهوری اسلامیه که آنچنان شرایط رو به وجود آورده که هم عرضه زیاد شده هم تقاضا زیاد شده. تشکر میکنم. در وزیر عمیانه اینا تن فروشن، فاحشه کسیست که چنین مصیبتی رو بر سر ملتی نازل کرده که دخترانش یا زنانش، حتی زنانی که شوهر دارن، ناچار به تن فروشی میشن، ناچار میشن. من کجا؟ همطور که آقای دکتر رفعت سازگار را گفتن، در تختگاه تشیع، در تختگاه تشیع. در آقای سازگار تشکر میکنم. آقای رفعت، آقای سازگار.